در این شماره از بسته اخبار بین‌الملل ایسنا خبرهایی از تلاش دموکرات‌ها برای برکناری دونالد ترامپ، درخواست 5 کشور از ایران برای توضیح درباره سانحه هواپیمای اوکراینی، وعده رهبر کره شمالی برای گسترش سلاح‌های هسته‌ای و چند خبر دیگر را مرور می‌کنیم. آخرین اخبار کووید 19 در جهان. تا بعد از ظهر شنبه 20 دی، شمار مبتلایان کووید 19 در سراسر جهان به مرز 90 میلیون نفر نزدیک شد و تعداد بهبود یافتگان هم از 64 میلیون و 100 هزار نفر فراتر رفت. تا امروز حدود 2 میلیون نفر به دلیل ابتلا به این ویروس جان باختند. تعداد مبتلایان کرونا در آمریکا به 22 میلیون و 500 هزار نفر رسیده و آمار مبتلایان روزانه این کشور از مرز 300 هزار نفر عبور کرده است. میانگین موارد فوتی روزانه کرونا نیز در این کشور طی 3 روز اخیر بیش از 4 هزار نفر گزارش شده است. از سوی دیگر شرایط کرونا در برزیل پس از موفقیت در کاهش آمار مبتلایان و فوتی‌ها دوباره وخیم شده است. تعداد مبتلایان در بریتانیا نیز به 3 میلیون نفر نزدیک شده و این کشور همچنان شاهد رکوردشکنی در شمار مبتلایان و فوتی‌های روزانه است. آلمان و مکزیک هم به طور میانگین مرگ بیش از 1000 نفر را طی 3 روز اخیر ثبت کردند. تدروس آدانوم، رئیس سازمان بهداشت جهانی روز جمعه اعلام کرد انعقاد قراردادهای خرید واکسن کرونا توسط کشورهای ثروتمند باعث شده کشورهای دارای درآمد متوسط و پایین نتوانند به این واکسن‌ها دسترسی پیدا کنند. ملک سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان نیز روز جمعه واکسن کرونا خود را دریافت کرد. تلاش دموکرات‌ها برای استیضاح دونالد ترامپ. پس از آنکه ساختمان کنگره آمریکا روز چهارشنبه مورد حمله قرار گرفت، دموکرات‌ها قصد دارند دونالد ترامپ را به دلیل نقش تاثیرگذار در این حمله استیضاح کنند. نانسی پلوسی رئیس دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا اعلام کرده در صورتی که ترامپ فوراً استعفا ندهد، طرح استیضاح رئیس جمهور را پیش خواهد برد. دموکرات‌ها ترامپ را به تشویق برای انجام شورش در ساختمان کنگره متهم کرده‌اند. حادثه‌ای که در جریان آن 5 نفر جان خود را از دست دادند. در پی این حوادث توییتر هم حساب کاربری ترامپ را به دلیل نقض متعدد قوانین این شرکت و ترویج خشونت برای همیشه مسدود کرد. از سوی دیگر ترامپ اعلام کرده در مراسم تحلیف جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا شرکت نخواهد کرد. درخواست 5 کشور از ایران درباره هواپیمای اوکراینی. کشورهای اوکراین، کانادا، انگلیس، سوئد و افغانستان با صدور بیانیه‌ای مشترک همزمان با سالگرد سانحه هواپیمای اوکراینی در ایران، خواستار توضیح کامل ایران درباره علت این سانحه و پرداخت غرامت به خانواده قربانیان شدند. در این بیانیه کشورهای یاد شده اعلام کردند ما ایران را مسئول می‌دانیم که عدالت را در خصوص این حادثه اجرا کند و اطمینان دهد که چنین حادثه‌ای هرگز تکرار نخواهد شد. وعده رهبر کره شمالی برای گسترش سلاح‌های هسته‌ای. کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، ضمن اعلام وعده گسترش سلاح هسته‌ای پیشرفته و افزایش قابلیت نظامی کشورش، گفته آمریکا بزرگترین دشمن کره شمالی است و سیاست‌های ایالات متحده در قبال پیونگ یانگ حتی با روی کار آمدن یک رئیس جمهور جدید تغییری نخواهد کرد. طبق اعلام رهبر کره شمالی، کشورش از سلاح‌های هسته‌ای استفاده نخواهد کرد مگر اینکه نیروهای دشمن قصد داشته باشند از این سلاح‌ها علیه کره شمالی استفاده کنند. بازگشایی مرزهای امارات به روی قطر. امارات متحده عربی از بازگشایی مرزهای زمینی، دریایی و هوایی خود با قطر خبر داد. طبق اعلام وزارت خارجه امارات، این کشور تمام اقداماتی را که سال 2017 علیه قطر اعمال کرده بود لغو می‌کند. این اقدام پس از آن صورت گرفت که سران کشورهای عربی در نشست شورای همکاری خلیج فارس در عربستان بیانیه‌ای با تأکید بر تقویت وحدت با یکدیگر به امضا رساندند. تازه ترین تحولات سیاسی عراق. دستگیری یکی از فعالان عراقی در اعتراضات مردمی استان ذی‌قار، اعتراضات مردم این منطقه را به دنبال داشت. آنها تأکید کرده اند در صورت آزاد نشدن او،
بر شدت اعتراضات خود اضافه می کنند. از سوی دیگر پس از آنکه گروه‌های سیاسی به ارزیابی برنامه دولت پرداختند، به این نتیجه رسیدند که باید تغییرات وزارتی در دولت مصطفی الکاظمی نخست وزیر این کشور اعمال شود. وزارت خزانه‌داری آمریکا هم روز جمعه اعلام کرد رئیس حشد الشعبی عراق در فهرست تحریم‌های این کشور قرار گرفته است. در روزهای اخیر یک بمب دستساز هنگام عبور کاروان ائتلاف ضد داعش آمریکا در جنوب غرب بغداد منفجر شد، اما تلفاتی در پی نداشت. مرگ 10 نوزاد در آتش سوزی بیمارستانی در هند. در آتش سوزی بیمارستانی در ایالت مهاراشترای هند 10 نوزاد تازه متولد شده جان خود را از دست دادند. در این آتش سوزی که بامداد روز شنبه رخ داد، از 17 نوزادی که در بخش مراقبت‌های ویژه بستری بودند، تنها 7 نوزاد از این حادثه نجات پیدا کردند.